درود بر شما. اول یک شاد باش بگم خدمت شما ملت بزرگ ایران. به دلیل عدم مشارکت در نمایش انتخابات رژیم و ایجاد یک جنبش ملی تحریم، چه هممیهنانمون در درون مرز و چه در بیرون مرز حماسه آفریدید. به واقع دیدم که در بیرون مرز در برابر اکثر سفارتخانه‌های رژیم ایرانیان و هممیهنان عزیزم رفتن، مقاومت کردند و تبلیغات رژیم رو افشا کردند. در درون مرز در خانه ها نشستیم و یا کسانی از هممیهنانمون رفتن و گزارش دادن از صندوق‌های خالی و از مراکز رأی‌گیری بدون جمعیت. رژیم همه تلاش خودش رو کرد که این نمایش رو واقعی جلوه بده، اما نتونست. نهایتاً آماری رو که اعلام کرد، رأی باطله و عدم مشارکت 60% و مشارکت کننده ها رو 40% سعی کرد نشون بده و این شکست بزرگیه برای رژیم، اگرچه خامنه ای و دستیارانش از این شکست بزرگ به حماسه تعبیر میکنن. خب همیهنان عزیزم، من برای اینکه توضیح بدم این نمایش رو مجبورم از یک مثال استفاده کنم. ببینید، در یک بازی، در یک میدان، قاعده بازی رو برگزار کنندگان اون بازی، داورها، مدیرها، همه اینها تعیین میکنن و کسانی هم به اسم بازیگر وارد میدان میشه. دقیقاً کاری که جمهوری اسلامی میکنه. علی خامنه‌ای، دستیارانش در سپاه و اطلاعات، خوب دقت کنید، و نیز در تشخیص مصلحت، در شورای نگهبان و همه نهادهای زیر نظر خامنه‌ای و وابسته و حتی دولت، قواعد بازی رو تعیین میکنن. دقیقاً مثل کاری که صدام حسین در عراق انجام میداد یا بشار اسد در سوریه انجام میده. تمام مخالفین رو حذف میکنن، یک نفر مثلا مثل رئیسی رو برجسته میکنن، دستگاه تبلیغی، دستگاه صدا و سیما، نمیدونم پول، ثروت، دستگاه امنیتی، همه اینها دست به دست هم میدن برای اینکه اون بازی رو به اجرا در بیارن. داور خودشونن، بازیگر خودشونن، همه میدان دست خودشونه و اون چیزی که میخوان از توی صندوق در بیارن. گول کی میخوره؟ فریب کی میخوره؟ فریب اونهایی میخورن که وارد بازی این میدان میشن، میان توی بازی. من نمیگم اون 20% از مردم که اومدن شرکت کردن، حدود 20% اومدن شرکت کردن، چند درصدش هم مال این آقای همتی بوده و مجموع اینها. من راجع به اونا نمیخوام صحبت کنم الان. من میخوام به اون رسانه ها بگم، به اون سیاسیون بگم که وارد این بازی میشن بدون اینکه نگاه کنن قاعده بازی دست اونا نیست. داور که بی طرف نیست، نتیجه بازی از پیش تعیین شده است، اما وارد میشن. به عنوان مثال اصلاح طلب ها، آقای کروبی و آقای خاتمی در درون مرز و کسانی در بیرون مرز آمدن وارد این بازی شدن که بیاید شرکت کنید، به همتی رأی بدید که رئیسی نه. بهانه‌شون هم این بود. تنها نتیجه‌ای که گرفتن این بود که تا حدودی تونستن این هیمه و هیزم این تنور علی خامنه‌ای بشن و یه مقداری داغش کنن، گرمش کنن، ولی خوشبختانه کاملا موفق نشدن، داخل کشور و خارج کشور. اما نتیجه‌اش چی شد؟ آقای همتی رو حتی ردیف 3 و هم اعلام نکردن، ردیف 4 اعلام کردن، گفتن اول رئیسی، دوم رای باطله، سوم محسن رضایی، چهارم آقای همتی، در حالی که ما میدونیم، اطلاع دقیق داریم که توی این بازی که ولی فقیه و دستیارانش تعیین کرده بودن، همتی رقیب رئیسی بود. یعنی این دوتا مقابل هم بود. حالا اگر قرار بود 17 میلیون برای آقای رئیسی درست کنن، باید 5 میلیون برای آقای همتی درست میکردن، ولی چنان زدنش که به اصلاح طلبها، به خاتمی
و به اخوان انصارشون در خارج کشور در انگلستان و واشنگتن و جای دیگه بگن این بازی رو ما تعیین کردیم، نتیجهش هم خودمون میخوایم ببریم، یکی از نتایجش اینه که اصلاح طلب‌ها رو کامل از قدرت اخراج کنیم، برید بشید کنار. و اینجوری مفتضح کردن این جریان رو، چون بازی و قواعد بازی رو خودشون تعیین کردن. من چند روز پیش در همینجا در ویدیو خدمت شما همیانان عزیزم گفتم لطف کنید مراجعه کنید. خب پس یک جا یک فریب خورده، یک نمیتونم بگم فریب خورده، میتونم بگم خائن به ملت، همین اصلاح طلبایی هستن که اومدن شرکت کردن. اما رسانه هایی مثل بی بی سی و ایران اینترنشنال بیگناه نیستن، اونها هم تو این بازی وارد شدن. حالا ممکنه بگیم ایران اینترنشنال در موضع مخالفه، خب این چه مخالفیه که باید بیاد وارد این بازی بشه و بیاد مستقیما این مناظره های اینها رو پخش کنه، مرتب اظهار نظرهای اینها رو پخش کنه. بپذیریم که خود به خود این تنور داغ میشه، بپذیریم که چند درصدی از مردم تحت تاثیر قرار میگیرن که ها ببینید توی این مناظره ها که ایران اینترنشنال هم داره پخش میکنه همتی میتونه فلان باشه، بیام به همتی رای بدیم یا بیام به محسن رضایی رای بدیم یا بیام حتی رای باطل بدیم. خب این چه کاریه که رسانه هایی که میدونن قاعده بازی انتخابات نیست، نمایشیست که بشار اسد داره اجرا میکنه، تبلیغات دست خودشه، پول دست خودشه، ثروت دست خودشه، فریبکاری دست خودشه، زور دست خودشه، شما میاد وارد این بازی میشید و شدید و شما هر چی نگاه کردید در این دوتا رسانه ببینید که یا طرفداران رژیمن یا اصلاح طلبهایم به اسم مناظره همینا رو میارن و از مخالفین، خوب توجه کنید، از مخالفین رژیم و مخالفین شرکت در نمایش انتخابات میرن احمدی نژاد رو بولد میکنن، فائزه هاشمی رو بولد میکنن و حد اکثر مادر یک جانباخته رو بولد میکنن، نمیارن سخنگویان اصلی تحریم ملی رو بولد کنن. اینا برای چیه؟ همیهنان عزیزم، نتیجه اینی که در میدان خامنه ای بازی کردن، به تعبیر خود خامنه ای در میدان دشمن بازی کردن، این میشه که رژیمی که شکست خورده، بیش از 60% به آمار خود رژیم تحریم کردن نمایش رو و حد اکثر 20% شرکت کردن، همون گونه که پیش بینی میشد، میاد میگه عجب حماسه آفریدن، ملت ما پیروز شدن، حماسه آفریدن. و این رژیم، من دارم اینو دیگه به رسانه ها و سیاسیون میگم، کار هر بز نیست خرمن کوبیدن، گاو نرمی خواهد و مرد کهن. با رژیمی که اینقدر وقیحه، اینقدر پرروه که شکست قطعی خودش رو حماسه تعبیر میکنه، دستگاه تبلیغی هم دستش و پول و ثروت هم دستشه، نیروی سرکوب داره، زندان داره، ترور داره، همه چی داره، شما اینجوری نمیتونید مبارزه کنید. جنبش بی سر نمیشه. آگاهان سیاسی، مبارزین، آزادی خواهان، جنبش دست کم سخنگو میخواد. سخنگوی جنبش تحریم احمدی نژاد نبود، فائزه هاشمی نبود، تاجزاده نبود، اصلاح طلب ها نبودن. معلومه که سخنگویان این جنبش کیان، ولی سانسور میشن به مرور و با تلاش زیاد اینها رو کم رنگ میکنن، صداها رو زیاد میکنن. چرا در بلاروس یک نفر مشخص مخالف رژیم، در روسیه مشخصه، در ونزوئلا مشخصه، در برمه مشخص بود، همه جا مشخصه، ولی در ایران سعی میکنن مبارزین و سخنگویان اصلی رو به نحوی نادیده بگیرن، صداها رو زیاد کنن، شلوغش کنن که اون صداهای اصلی گم بشن، برای اینکه خودشون میخوان بیان در این بازی ولی فقی وارد بشن. رسانه های مدعی اپوزیسیون در این بازی شکست خوردن، فریب خوردن، آمدن در میدان ولایت فقیه بازی کردن، خودشون رو تبرئه نکنن. همین الان هم شما بزنید این رسانه، یا فرخ نگهدار داره صحبت میکنه، یا الهه هیچ داره صحبت میکنه، یا فلان اصلاح طلب داره حرف میزنه، و یا اون سوتر قضیه امثال خاتمی و
امثال کروبین در این بازی شکست خوردن، بیان از مردم اعتراف کنن که گول خوردن یا نخواستن گول بخورن، میخوان باز در قدرت بمونن، اما مفتضحشون کرد خامنه ای. مبارزین، مردم عزیز، کسانی که میخوام از چنین رژیم جهنمی نجات پیدا کنیم، این کار سختی است. زیرکی میخواد، استراتژی میخواد، تکتیک میخواد، برنامه میخواد. بپذیریم. من قبلا هم گفته بودم حتی اگر 10% در این نمایش شرکت کنن، قدرت حاکم تکون نخواهد خورد به خودی خود، مگر اینکه ما با هم متحد بشیم، همدست بشیم، همدیگر رو به رسمیت بشناسیم. اون رسانه هایی هم که بی خودی شلوغش میکنن و در بازی ولایت فقیه وارد میشن، اگر به واقع دلسوز ملت ایران هم به واقع میخوان ملت ایران رهایی پیدا کنن، بپذیرن در داخل کشور سخنگویان واقعی جنبش وجود دارن، مبارزین واقعی وجود دارن، صداشون رو توی صدای دیگه گم نکنن اگر اینا وطن پرستن. چقدر ما باید این مسائل رو بگیم؟ باید بیان بگیرن بخشنمون، وقتی که تموم شدیم بیان ازمون مرد پروری کنن و قهرمان سازی کنن، به چه درد میخوره؟ امروزه که صدامون بلنده. گفتیم آقایون اصلاح طلب وارد این بازی نشوید، شدید، مفتضحتون کردن، حقتون نوش جانتون. گفتیم رسانه های مدعی اپوزیسیون نیارید پوشش بدید، پوشش دادید. امروز که رژیم ولایت فقیه شکست خورده و بیش از 60% به آمار خودشون در این نمایش شرکت نکردن، اومده میگه که ملت حماسه آفریدن. اون یکی میگه اون مزور شیاد روحانی میاد میگه که به رهبر لبیک گفتن، رهبرم از اون اونجوری تر میاد میگه که بله ملت حماسه آفریدن. کدوم حماسه؟ ملت ایران با این تحریم نمایش انتخابات اعلام کرد که ما جمهوری اسلامی رو قبول نداریم. ما دزدی، فساد، سرکوب، رانتخاری، جنگ نیابتی، تروریسم رو قبول نداریم. ما میخواهیم رفراندومی برگزار کنیم زیر نظر مجامع جهانی، نه به جمهوری اسلامی بگیم و یک ساختار مدرن، قانونمند، دموکراتیک، غیر مذهبی عادلانه تشکیل بدیم. ما مثل همه دنیا انسانیم. حالا من این اروپایی ها و این آمریکایی ها و این سازمان ملل انتظار دارم و میگم، من به سخنگویی از مردم ایران دارم میگم، از تحریم کننده ها درون مرز دارم میگم، نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی نمایندگان ما ملت ایران نیستن. رئیسی رئیس جمهوری ما نیست. کسانی که به عنوان وزیر خارجه تعیین میکنه نمایندگان ما نیستن. اینها رو به رسمیت نشناسید، پشت میز مذاکره بهشون ساخت و پاخت کنید. به اروپایی ها میگم، به آمریکایی ها میگم، به دبیر کل سازمان ملل میگم، اکثریت ملت ایران زیر بمباران تبلیغی، زیر تهدید، زیر فشار، زیر همه این مسائل، اما وایستادن، ایستادگی کردن، در این نمایش شرکت نکردن. بیش از 60% به آمار خود رژیم و رسما 51% تحریم کامل بود. حدود 8% هم 9% هم رأی باطل بود. چجوری مردم باید اعلام کنن این رژیم رو قبول ندارن، نمایندگانش رو قبول ندارن؟ ما امیدوار هستیم که دنیا صدای ما رو بشنوه، صدای ملت ایران رو بشنوه و امروز یک قاتل، یک قاضی مرگ، یک کسی که حکم اعدام داده بر سرنوشت ایران حاکم شده و البته ما نمی هراسیم، هستیم در میدان، مبارزاتمون رو ادامه میدیم، ولی اوی که می دانیم در برابر جهنمی ترین رژیم نابکار قرار داریم. زنده باد آزادی، برقرار باد دموکراسی، گذشته باد زنجیر استبداد ملاهای حاکم. با همین اتحاد و همدلی و قوت و قدرت مردم ایران، مردم ایران اعتماد به نفس داشته باشید، همین مبارزاتتون رو ادامه بدید. تحریم، نافرمانی مدنی در برابر این رژیم تا رسیدن به مبارزاتی که نهایتاً رفراندومی برگزار بشه و تغییر رژیم قطعی خواهد بود. پاینده باشید و بدرود.